چشمدید سرباز بریتانیایی از میدان هوایی کابل وقتی طالبان به حوصله می شدند و مردم شلیک می کردند. یکی از فرماندهان برجسته با تمام نیروهایش به جبهه مقاومت ملی پیوست. تا پایان با ما همراه باشید تا جزئیات آگاهی بیشتر حاصل نمایید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال افغانستان تیوی خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. چشمدید سرباز بریتانیایی از میدان هوایی کابل وقتی طالبان به حوصله می شدند و مردم شلیک می کردند. به گزارش اسپاتنیک، یک سرباز بریتانیایی که در تخلیه شهروندان و نیروهای خارجی در میدان هوایی کابل مستقر شده بود، روایت می کند که طالبان به مردم شلیک می کردند. این سرباز بریتانیایی به روزنامه مترو گفته است که طالبان وقتی از روند خروج در میدان هوایی کابل به حوصله می شدند و مردم عادی شلیک می کردند. این سرباز دو روز پس از سقوط کابل به دست طالبان به میدان هوایی کابل مستقر شده بود. سرباز بریتانیایی گفته است که هرگز چنان انسانهای شوری را در زندگی خود ندیده بود. در دو هفته اخیر ماه هرگز از فرودگاه کابل که تحت حمایت ارتش آمریکا بود، شهروندان غربی و افغانهایی که با آنها همکار بودند تخلیه شدند. در شب 31 آگست ارتش ایالات متحده فرودگاه کابل را ترک کردند و به حضور نزدیک به 20 ساله نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان پایان دادند. در اوایل ماه سپتامبر ترکیب دولت موقت افغانستان بر ریاست محمد حسن آخوند که در دوره اول حکومت طالبان به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت میکرد اعلام شد. در همین حال خبر عاجل و فوری و نقل از شبکه های اجتماعی، خواجه نبی یکی از فرماندهان جبهه مقاومت که دو ماه پیش به اسارت طالبان در آمده بود، پس از یک نبرد شدید فرار کرده و دوباره به جبهه مقاومت ملی پیوسته است. تشکر از توجه شما. برای بهبود مطالب کانال ما را سابسکرایب کنید. تا بسته خبری دیگر، الله نگهدار. کامگار و سرفراز باشید. فراموش تا نشوید ویدیو را لایک و با دوستان تا نیز به اشتراک بگذارید.